درخواست شهروندان افغان برای محاکمه گلبدین حکمتیار، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است. درخواست را که خواهان عدالت برای قربانیان جرمهایی که ادعا می شود توسط گلبدین حکمتیار صورت گرفته دریافت کرده است. حزب اسلامی اما این درخواست را دسیسه می داند. آقای حکمتیار در واکنش به اتهاماتی که علیه او مطرح شده گفته است که گذشته را باید فراموش کرد. او همچنان تأکید کرده که حاضر است اگر دادگاه عادلانه برگزار شود در مورد عملکردهای خود و حزبش پاسخ دهد. اما آیا عاملان جنگ های داخلی به شمول آقای حکمتیار به محاکمه حاضر خواهند شد؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. در این برنامه خط کابل به بررسی همین موضوع می پردازیم. من رازقیار هستم و مهمان شریک در بحث با من آقای رامش نوری، استاد دانشگاه، و تا دقایق دیگر آقای فضل من الله ممتاز، عضو حزب اسلامی هم با ما خواهد پیوست. آقای نوری، به بحث ما خیلی خوش آمدین. واقعا آقای حکمتیار و عاملان دیگر جنگ های داخلی حاضر خواهند شد به محکمه؟ به نام خداوند، با عرض سلام به شما همکاران و تکنیکیتان و بیننده های نهایت گرامیتان، ما باور دارم که عدالت اجتماعی در هر برهه از زمان در افغانستان زیر پا شده است. متاسفانه ساختارهای سیاسی و قدرت زیر پا کننده این بحث بوده است و برای تحقق و تمثیل عدالت اجتماعی تدابیر برای درخواست محاکمه آقای حکمتیار کردن. این یک خبر نوید دهنده و خبری است که ما میتونیم برای نسل امروز و شهروند به تمام معنایش که میتونه بر تصامیم اساسی در فرهنگ سیاسی مدرن تاثیرگذار باشد، ولو کن فرهنگ سیاسی صلح با آقای حکمتیار باشد و آوردن حکمتیار به کابل و به قدرت باشد. بالاخره این شهروندهای آگاهی وجود دارند که درخواست محاکمه وی را سازمان ملل متحد می کند. این یک خبر خوش است و نوید است برای این که برای آینده ها هر جنگ سالاری که در افغانستان خون ریخته باید به میز محاکمه برود و هر زورمندی که به دهن فقیر و غریب ما زده باید دستش شکسته شود و بالاخره یک رویکرد جدید در عدالت در محورها و ارزش‌های عدالت محوری و باور به قانون ایجاد شود. در کنار این یک چیز دیگر هم فراموش نکنیم و این عیاری نیست که حالا نماینده حکمتیار نیست ما بحث کنیم و این را باید بگوییم که حکومت معمولا در بازی های 13 ساله یا 14 ساله خود معمولا مخالفین خود را تشویق کرده و رقبای خود را آورده در بام بالا کرده، بعدا زینه را کشیده و او تمام پل های مردمی خود را بریده. همانند این وضعیت با آقای حکمتیار ممکن است یک ترفند از سوی حکومت هم در این باشد که آقای حکمتیار را به اون بام رساند، بعدا زینه را بیرون کرده، حالا آقای حکمتیار در اون بام مانده، داره دیگه پشتوانه های مردمی شام یک اکتا بریده را است. چرا حکومت این گونه عمل میکنه با رهبران جهادی و رهبرانی که در مخالفت با حکومت قرار دارن؟ وقتی که صلح بر اساس آرا و اندیشه های مردمی نباشد، صلح بر اساس تصامیم فردی و تیمی صورت بگیرد. حالا مردم بارها تاکید کردند که باید صلح رونما شود و با آقای حکمتیار هم زمانی که صلح میشد همه استقبال کردند، به شمول مخالفان حزب آقای حکمتیار. من فکر میکنم یکی فیگورهای سیاسی است، شخصیتهای سیاسی است که گروهی که در درون حزب است از ترس از این که مبادا آقای حکمتیار چون گذشته ترور و کشتن در حزب اسلامی داشته مبادا مرا بکشد، و گروهی هم که بیرون از حزب اسلامی است، مثلا در مقاطع مختلف، مثلا در او طرف در مخالفینش قرار دارد به باور این که گویا ما بتانیم به مصلحت ملی دست پیدا کنیم و بالاخره آقای حکمتیار ولو که جانی هست قاتل است چراغ سبز برش نشان داده. اما صادقانه آیا حکومت برای این که از مردم بپرسد که واقعا مردم حاضر به صلح با حکمتیار هست، آیا به صندوقهای همه پرسی رفت؟ نخیر. یعنی این حرف و این معناست که مردم به هیچ وجه
در صلح با حکمتیار نه رأی تایید و نه رأی رد داشتند، چون یک میکانیزم باشه که این را ببینیم. اما آنچه که در رسانه ها و رسانه های اجتماعی ظهور پیدا میکنه و دیده میشود نشانگر از این هست که مردم شدیداً از صلح با آقای حکمتیار یک موره سوخته سازمان استخباراتی آیسای و سازمان استخباراتی سیا خستن و دیگه به جز آقای حکمتیار به عنوان یک پتانسیلی که فردا در افغانستان دامن به برخی جنگ های تنظیمی بزند چیز دیگه هم نمی بینند. اما خوشبختانه که این ظرفیت اگر در شکل سیاسی در وجود آقای حکمتیار وجود دارد، دیگر فضایی که آقای حکمتیار در اون سالهای گذشته زندگی میکرد با فضایی که امروز از کلن تفاوت کرده است. امروز شهروند این سرزمین میخیزه و درخواست محاکمه کردن حکمتیار را میکنه، در حالی که کمتر ما دیدیم در گذشته ها که زورمندان افراد به محاکمه کشانده باشند. با توجه به همین مسئله معمولا حکومت هایی که سلیقه‌ای و فردی باشد، در پاسخ به شما سلیقه‌ای فردی و تیمی باشد و مشروعیت مردمی و پشتوانه مردمی نداشته باشد، طبیعتا بر اساس آرا و دیدگاه دیگران غیر مستقلانه عمل کرده و طبق میل بادارای خود فرمان میبرند. حالا در گذشته آقای نوری بارها شهروندان خواستن که یک تعداد زورمندان و کسانی که ناقض حقوق بشر هستند و جنایت‌های جنگی را مرتکب شدن محاکمه شوند. تا بالا ما هیچ نظیر یا مثال از این نداریم که یک کس محاکمه شده باشه به خاطری که نقض حقوق بشر کرده و یا هم نقض حقوق جنگی کرده. حالا چه تضمینی وجود داره که حکومت بعد از این آقای حکمتیار و امثال آقای حکمتیار را به محاکمه بکشانه؟ شما ببینین خداوند در متون دینی ما، شما متون اسلامی میگه که یک نفر اگر یک تن را نجات میده به معنای از این است که جمع از افراد انسانی را نجات داده، و در صورتی که اگر یک تن یک نفر را میکشه به معنای از این است کل از انسانها را کشته است. وقتی ما به این توجه کنیم، من فکر میکنم ماهی را از هر وقتی که عذاب بکشیم تازه است. من میگم که بیاین چرا از سر آقای حکمتیار ما عدالت تامین حقوق و حاکمیت قانون تطبیق نکنیم. اگر چون این هست و اگر سازمان ملل متحد واقعا صادقانه عمل میکنه که من بر عملکردهای سازمان ملل متحد آنقدر باور ندارم، دلیل دارم. سازمان ملل متحد از دو بخش اداری و سیاسی شکل گرفته است. بعد سیاسی سازمان ملل متحد بر بعد اداری و حقوقیش تاثیرگذار هست. از اینجاست که میبینیم که زمانی که موره ها در کشورهای جهان سوم طبق میل برخی ها عمل نمی کنند، در سازمان مجبور است توسط مثلا حقوق بشر، توسط مثلا سازمان های بین المللی عمل کنند. و من باور به مردمم دارم که از مردم درخواست میکنم که به جاده ها بریزن، واقعا حقاق حقوق شهدایشان بکنن. این مال در هر گوری که در کابل بگردی نوشته از شهید شده توسط راکت های کور حکمتیار، و این در واقع پاسخ میخواهد. این پاسخ متاسفانه حکومت دست نشانده کشورهای بیرونی، حکومت توافقی که مشروعیت حقوقی و مردمی ندارد داده نمیتوند. حکومتی که بر اساس آرا و اندیشه های قومی آقای حکمتیار را میاره، اما یک قسمت را میبینه که آقای حکمتیار داره زعامت قوم پشتون به خود میگرد و از گپایش معلوم میشه که هی پشتو صحبت میکند و داره خطر برای تکنوکرات هایی که 13 سال بالایشان سرمایه گذاری صورت گرفت خطر متوجه از اینا هست. اینجاست که حکومت مانورهای سیاسی را برای مهار آقای حکمتیار و تحت قیمومیت قرار دادن و قیمومیت دادنش میرد، همانطور که این راهکارها را حکومت آقای غنی با عبدالله انجام داد، همانطور که این راهکارها را حکومت غنی با معاون اولش کتا رسوایش کرد و به عنوان لواتگر مشهور ساق در جهان انجام داد، و حتی حکومت توانست این عمل با آقای عطا که منزوی ساخت از جمعیت اسلامی انجام بده و بعید نیست که با آقای حکمتیار این گونه را بکند. و من باور دارم که آقای حکمتیار پیش از آن که بارقبای دیروز خود بیار سر تعرض باز کند، یک سیر نزولی با رفقای امروز خود خواهد داشت و ممکن است یک تعرض یا یک تشنج میان
نخبگان حاکم در قدرت سیاسی امروز و آقای حکمتیار بنابر تمامیت خواهی و استبداد طلبی وی ایجاد کردند. حالا دولت چرا هنوز هم به یک نحوه میخواهد که اجازه بده اشخاص را که در کشتار مردم دست داشتن، هزارها شهروند این کشور را به بهانه های مختلف کشتن، چرا برشان اجازه میده که بیاید در پایتخت و این گونه اظهاراتی را داشته باشند و حتی به مو کشته شده ها یک احترام و یا یک یادبود هم نکنن از اونها؟ شما ببینین در تعریف دموکراسی میگه دیمو به معنای مردم و کراسیان به معنای نظام، قدرت یا حکومت، یعنی حکومت مردم برای مردم و به خاطر مردم، که ویژگی دموکراسی ها تأمین اهداف مردم هست. اما حکومت که از دایره ارزش های مردمی بیرون باشد، حکومت که با رأی دست کل قطع شده مردم ایجاد شده باشد و آن هم توسط آقای جان کری، یک وزیر خارجه یا کشور به نام ایالات متحده آمریکا تنظیم شده باشد، حکومت که بر اساس قانون اساسی که مادر قوانین هست شکل نگرفته باشد، بلکه بر اساس یک سند تأسیس توافق میان دو تیم شکل گرفته باشد، چنین یک حکومت بر بعید نیست که از او ما باور داشته باشیم و انتظار بیهوده است که باور داشته باشیم بیا به ارزش های مردمی و خواست های مردم پاسخ بگوید و به جای این که قاتل مردم به میز محاکمه و به دار بکشاند، به جای از اون میه این حکومت قاتل مردم سر گرده های مردم سوار میکند. اینجاست که با توجه به همین اصل ما پیدا میکنیم که جلو و لجام تصمیم گیری ها در سطح نظام سیاسی به دست عین و غین یا آقای غنی و عبدالله نیست. پس به دست کی است؟ به دست، متاسفانه به دست قدرت های بزرگ است. شما ببینید، بگوین که قدرت های بزرگ به اونها گفت که آقای حکمتیار را باش مصالحه بکنین و بیارین به کابل. من چند دلیل دارم که میتونم همین گپ خودت توضیح بدم. یکی، وقتی حاکمیت ملی را بررسی کنی از نگاه حقوقی، حاکمیت ملی به بلندترین مرجع تصمیم گیری و اقتدار عمل در مسائل داخلی و خارجی گفته می شود. اما وقتی ما نگاه سیاسی به حاکمیت ملی داشته باشیم، نگاه سیاسی مبتنی هست بر میزان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها. به هر اندازه میزان وابستگی کشورها به کشورهای دیگر بالا باشد، به همون میزان دیگه اون کشور دارای حاکمیت ملی نیست مثل افغانستان. طبیعتاً از نگاه حقوقی حاکمیت ملی افغانستان با حاکمیت ملی آمریکا یکی است. اما از نگاه سیاسی وقتی ما حاکمیت ملی افغانستان را با آمریکا بررسی میکنیم، زمین تا آسمان فرق دارد. اونجا انتخابات به بسیار شفاف و مردمیش برگزار میشود، اما اینجا بر اساس رای های گوسفندی آقای کرزی و غنی برگزار میشود. اینجا آقای جان کریمی در امور داخلی ما تصمیم میگیره و گپشان یکی است، هیچ تفاوت هم نداره، هر دو میپذیرد. اما در اینجا مردم با دادن کلکایشان در انتخابات، با دادن سرشان در انتخابات به صندوق رای میروند و اشتراک میکنند، نتیجه هم صفر. نتیجه شام رای گوسفندی آقای امرخیل است. با توجه به همین مسئله ما میتونم بگویم که بخش اعظم تصمیم گیری ها در زمامداری آقای غنی و حکومت افغانستان تحت رهبری و قیمومیت خارجی ها صورت میگیرند. اما به دلیل کمک های در نخست آقای حکمتیار به پروسه صلح پیوسته بودند، بارها آمریکا و کشورهای دیگه مخالفت کردند، حتی نامش از لیست سیاه بیرون نمیکردند. جالب این است که در روزنامه دیپلمات شهری ایران در سال 1381 در شماره اولش نقل قول از کنگرس ایالات متحده آمریکا نقل میکند که یکی از کنگرسمنای یا سناتورای آمریکا سازمان استخبارات ایالات متحده آمریکا را مخاطب قرار میده و میگه که شما 70% از کمک ها به میلیاردها دلار در جهات افغانستان به فرد به نام حکمتیار دادین، که همین فرد فعلا گویا در سالهای 1991-1992 حکمتیار رابطه با کاجبی برقرار کرده باشه، که آقای شهنواستانه گلابزوی میتونه معنای واقعی امروزش باشه رابطه. یعنی آلای دست آمریکا و استخبارات بزرگ کشورهای دیگر است آقای حکمتیار. این اسناد نشان میده که یا آقای حکمتیار
عالی دست ایالات متحده آمریکا و سازمان استخبارات ایالات متحده آمریکا هست و اونها حکمتیار را به کابل آوردن. با توجه به همین مسئله شما ببینین وقتی که 70% کمک ها نظر به قول خود سازمان استخباراتی سیا که استیو کلکور در جنگ اشبا و رابرت گرینر در 88 روز تا قندهار نقل میکنند، وقتی 88 وقتی 70% کمک ها به حکمتیار و حزب اسلامی میرسد، اونم میانجی میان حکمتیار و حزب اسلامی سازمان استخباراتی پاکستان هست، دیده میشود که آقای حکمتیار فرد شهروند عادی و بدون وابسته نیست، شهروندی است که وابستگی شدید سیاسی با ایالات متحده آمریکا و سازمان استخباراتی پاکستان آیسای که مردم ما را در 40 سال به خاک و خون کشانده است وابسته می باشد. حالا چه سودی می رسانه آقای حکمتیار حالا بعد از اینکه به کابل آمده به آمریکا و به پاکستان از دید شما؟ شما ببینین یک ائتلاف شکل گرفت و ما باور دارم آمدن آقای حکمتیار به این سادگی نیست. آمدن حکمتیار یکی از اهداف بسیار کلان استخباراتی کشورهای جهانی را در پی دارد. شما ببینین مثلا چه هدفی؟ من برای شما میگم برنامه ایست که در آمدن آقای حکمتیار پاکستان، سازمان استخباراتی پاکستان، انگلیس و عربستان سعودی خیلی نقش دارند. این را میتونستن در پیش از آمدن آقای حکمتیار در میمون دادنای عربستان سعودی و در عین حال در چانه‌زنی ها و رایزنی های استخبارات انگلیس و ایالات متحده آمریکا به سراچشم مشاهده کنید. اما چه اهدافی را در قضایا دنبال میکنند؟ ائتلاف جدید در عربستان سعودی در ریاض و این طرف ائتلاف دیگه ای که در میان روسیه، چین، روس و ایران شکل میگیرد و در عین حال در برخی تصمیم گیری ها پاکستان هم دخالت دارد، نشان دهنده از این است که ما جهان برای یک تقابل مواجه کردیم، یعنی جهان داره به شکل طبیعی به یک تقابل برای تعیین ژاندارم امنیتی و سیاسی جهان روانه است. با توجه به همین مسئله تا دیروز ما تقطبی نظام های تقطبی چند بعدی را در جهان داشتیم و سیاست هوشمون ایالات متحده آمریکا در زیر چتر دموکراسی و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری به شکل عادی پیاده می‌شد. اما امروز مردم فهمید که نظام‌های دموکراسی نظام‌های چیز بیش نیست که الگو برداری شده باشد از غرب و ایالات متحده آمریکا و حقوق بشر هم حقوق بشر بالخصوص و خواسته خودشان است. صدها انسان میمیرد اما هیچ صدایی از حقوق بشر نمیبرد. اما وقتی که حقوق بشر خودشان میمیرد، اینجاست که حقوق بشر به بلندگوش فعال می شود و صدا در می کشد. و با توجه به این مسئله ما می خواهیم بگیم که موقعیت ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک افغانستان آمدن حکمتیار برای یک رویارویی و تقابل میان دو ابرقدرت و چند قدرت منطقه‌ای و همسایه فراهم ساخت. تشکر بیننده عزیز. قابل یادآوری می دانم که قرار بود آقای فضل من الله ممتاز عضو حزب اسلامی هم با ما در بحث حضور داشته باشند، اما متاسفانه برای شرکت در این بحث حاضر نشدند. آقای نوری، حالا رهبر حزب اسلامی گفته که اگر یک محکمه عادلانه دایر شود آقای حکمتیار و از خود و از حزبش دفاع خواهد کرد. در شرایط کنونی ممکن است که یک محکمه بی‌طرف به خاطر جنایتکارای جنگی دایر شود؟ ما می‌خواهیم یک تفکیک شما میان حزب اسلامی و آقای حکمتیار بیارین. حزب اسلامی یک حزب مقتدر است، در این حزب افراد بسیار ارزشمند و خوبی وجود دارد و آقای حکمتیار رهبر این حزب است. اجازه بدین، آل امی حزب پارچه شده، مثلا یک بخشش به جای دیگر رفته. نه، حالا پس ظاهرا دیده میشه که منسجم میشه. آقای ارغندیوال آمدن به این حزب و اعضای دیگرش هم جمع شدن زیر بیرق این حزب. ما میخوایم امی تفکیک با صورت بگیره، یعنی میان اعضای این حزب و آقای حکمتیار. متاسفانه یک چیزی است که تاریخ ثابت ساخته و حافظه مردم قدر ضعف تاریخی ندارد که این پدیده های اساسی را فراموش کنند. میدانند که استبداد خواهی، تمامیت طلبی و جزمندیشی آقای حکمتیار
باعث راکت پراگنی در شهر کابل شد و منجر به کشتن صدها تن از انسانهای مظلوم بیچاره این شهر که به شکل بسیار افتخارآمیز در آرزوی حکومت جهادی و مردمی بودن که بر اساس ارزش‌های دین حکومت کنه، که چون این چیز هم نشد و ناکام ساختن این حکومت هم. سپاسگزارم آقای نوری از این که در بحث ما حضور پیدا کردین. بیننده های عزیز، قرار بود آقای فضل من الله ممتاز عضو حزب اسلامی هم در بحث با ما حضور داشته باشند، اما متاسفانه برای شرکت در این بحث حاضر نشدند. سپاسگزارم از حضورتان و در اخیر هم گزارش کوتاهی ببینید. دفتر ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که درخواست دریافت کرده که خان رسیدگی به اتهامات حقوق بشری گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان است. یونما با نشر خبرنامه گفته است که از پیشرفت در تطبیق توافقنامه میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار استقبال میکند، اما تاکید کرده که در این زمینه توسعه و حفاظت از حقوق بشر اصل مهم است. در این خبرنامه به نقل از نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است که شهروندان افغانستان و کسانی که قربانی ظلم و ستم گردیدند نباید از حقوق حقه قضاییشان محروم گردند. سازمان ملل متحد به حمایتش از تلاش‌های افغان‌ها برای رسیدن به صلح، عدالت و امنیت ادامه می‌دهد. یونما در این خبرنامه از تلاش‌های حکومت وحدت ملی برای شمار ساختن کسانی که از خشونت دست کشیده و به صلح می‌پیوندند ابراز حمایت کرده، اما تاکید کرده که به شنیدن صدای قربانیان نیز متعهد باقی خواهد ماند. گلبدین حکمتیار چند هفته پیش و 7 ماه پس از امضای توافقنامه صلح با دولت افغانستان که به او مسئولیت قضایی می‌دهد وارد کابل شد. گلبدین حکمتیار در سخنرانی‌های خود پس از ظاهر شدن در انظار عمومی در واکنش به اتهاماتی که علیه‌اش مطرح شده گفت که گذشته را باید فراموش کرد، اما او همچنین گفت که حاضر است اگر دادگاه عادلانه برگزار شود در مورد عملکردهای خود و حزب اسلامی پاسخ بدهد. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار مانند دیگر جناح‌های دخیل در جنگ‌های داخلی افغانستان از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی متهم به دست داشتن در کشتار غیرنظامیان در این جنگ‌ها شده است. این گروه ها آقای گلبدین حکمتیار را مسئول برخی از فجایع جنگ از جمله بوشک پراگنی های ماه اوت سال 1392 می دانند. به اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ، در این موشک پرانی ها حداقل 18 تن کشته و 8000 تن دیگر زخمی شدند. نهاد بین المللی دیدبان حقوق بشر در گزارشی که پس از امضای توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و آقای حکمتیار منتشر کرد، آقای حکمتیار را با نقض حقوق بشر از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان سیاسی، دست داشتن یک زندان زیرزمینی در پاکستان و شکنجه در آن و حملات خشونت آمیز به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه برنامه‌های آموزشی و بهداشت برای زنان افغان در اردوگاه‌های پناهندگان در پاکستان متهم کرد.